بمباران اتمی و تشدید جنگ گرگ‌ها، حملات باند خامنه‌ای به آخوند روحانی، روز سی دی تأسیسات هسته‌ای عین آب خوردن پلمب شد. مردم به دروغ بزرگ پیروزی هسته‌ای فقط نیشخند می‌زنند. این دولت یک دولت 0.7% است و آنچه دیده ایم کلید نمایی و داس فروشی بوده است. خدشه به عزت نظام در مسئله سوریه و ژنو دو و اتهام نقض حقوق بشر وضعیت دیپلماسی دولت روحانی است. روزنامه وطن امروز از ارگانهای باند ولی فقیه ارتجا در مورد توافقنامه ژنو نوشت: براستی چرا بر ساختمان توافق ژنو ترک افتاده؟ چرا هر سوی میز دارد حرف خود را میزند و برداشت خود را ارائه میدهد؟ چرا از آنچه در ژنو بسته شد بیش از توافق تنافر استشمام میشود؟ آیا خوشبینی طرف ایرانی ماجرا هم آمریکایی ها را در خباثت بیشتر حریص‌تر کرده است؟ این دولت یک دولت 0.7% است و بیش از آن که با اکثریت قاطع آرا سر کار آمده باشد، محصول اختلاف اصول گرایان بوده. ما آنچه زیاد دیده ایم، کلید نمایی و داس فروشی بوده است. چرا ما باید از دولتی حمایت کنیم که فقط دولت از ما بهتران است؟ مردمی که روز سی دی با چشم خود دیدن تأسیسات هسته‌ای عین آب خوردن پلمب شد، به دروغ بزرگ پیروزی هسته‌ای فقط نیشخند میزنند. اگر حتی ادعای پیروزی دیپلماسی هم دروغ است، افه پیروزی هسته‌ای دروغی بزرگتر است. همان بود که ما روز سی دی تیتر کردیم: هولوکاست هسته‌ای. بزرگنمایی موفقیت‌های مذاکراتی یا دلخوش کردن به آزادسازی تنها 4 میلیارد دلار از مجموع 100 میلیارد دارایی بلوکه شده ایران حرکت ناسوابی است که هیچ توجیه عقلایی نمیتواند داشته باشد. طبیعی است در عرصه سیاسی توسل به دیپلماسی لبخند تنها زمانی قادر به تأمین منافع ملی خواهد بود که مذاکره کنندگان ایرانی در رفتارهای مذاکراتی خیش عمیقا ملزم به رعایت خطوط قرمز ترسیمی از سوی رهبری بوده و در این حال پایبندی بی کم و کاست به اصول مصرحه انقلاب داشته باشند. هفته‌نامه 9 دی وابسته به باند خامنه‌ای نیز نوشت: دیروز انفعال در مذاکرات هسته‌ای، امروز خدشه به عزت نظام در مسئله سوریه و ژنو دو و فردا اتهام نقض حقوق بشر، وضعیت گذشته، حال و آینده دیپلماسی دولت آقای روحانی است. آنچه که روحانی از واقعیات هسته‌ای مرقوم نداشت، از 30 دی 20 ژانویه به اجرا گذاشته شد. آنچه که ترک برداشته، ساختمان ادعاها و گزارش‌های دولتی‌هایی است که مارش پیروزیشان 2-3 روزی بیشتر دوام نیاورد. حالا به جای انتظار جشن‌های هسته 20 فروردین هر سال، منتظر نگرانی‌های ملی هستیم که از 30 دی آغاز شده است. و به جای روز ملی هسته‌ای در تقویم ها روز تعلیق خودنمایی می کند. مهمترین تعهد طرف مقابل آزادسازی مبلغ 4.2 میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده ایران در 8 قسط است. نماینده خامنه‌ای در کیهان: حریف چرا تمامی آنچه را که خطوط قرمز فعالیت هسته‌ای کشورمان می‌دانستیم نفی می‌کند؟ چرا جان کری نظام را به حمله نظامی در صورت نقض توافقنامه تهدید می‌کند؟ پاسدار شریعت‌مداری، نماینده خامنه‌ای، در یادداشت روز کیهان پیرامون توافقنامه ژنو نوشته است: اگر این توافقنامه آنگونه که ادعا می‌شد و امروزه نمی شود یا کمتر می شود به نفع نظام تهیه و تنظیم شده است، اولا چرا حریف تمامی آنچه را که خطوط قرمز فعالیت هسته‌ای کشورمان می دانستیم نفی می کند و برای اثبات نظر خود به متن توافقنامه استناد می کند؟ ثانیاً این چه توافقنامه است که حریف به شدت نگران نقض احتمالی آن از سوی نظام است؟
تا آنجا که جان کری وزیر امور خارجه حریف با صراحت اعلام می‌کند چنانچه توافقنامه ژنو از جانب نظام نقض شود آمریکا به حمله نظامی دست خواهد زد. جسارت آمریکا از برخی وادادگی‌ها و پیام‌های خوشبینانه رئیس جمهور و شماری از دولت مردان ریشه گرفته است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در اجلاس داووس می‌گوید به ایران اجازه غنی‌سازی و بهره‌گیری از راکتور آب سنگین عراق را نمی‌دهیم. و سپس با اشاره به اینکه ادعای وی بخشی از توافقنامه ژنو است که متاسفانه هست، نظام را به حمله نظامی در صورت نقض توافقنامه تهدید می‌کند. حمله کیهان خامنه‌ای به دولت روحانی و توافق ژنو. آن توافق بزرگ قرن حتی اگر از ابتدا مرده به دنیا نیامده بود، در همین دو ماه به شکل رگباری تیر خلاص خورد. دوستان خوشبین دولتی و به ویژه برخی مدعیان حمایت از آنها وضعیتی را فراهم کردند که چوب و پیاز را با هم بخورند. یادداشت روز کیهان ولی فقیه ارتجاع به زهرخوران اتمی اختصاص دارد. کیهان نوشته است: توافق هسته‌ای ژنو یکی از پدیده‌های شترمرغی عالم سیاست و حقوق بین المللی است. قریب دو ماه از 3 آذر تا 30 دی 1392 زمان برد تا این توافق فاقد امضا از مرحله توافق به مرحله اجرا برسد. امروز اغلب تحلیلگران در داخل و خارج کشور اتفاق نظر دارند که لازم نیست 6 ماه صبر کنیم تا فرجام توافق ژنو را ببینیم، چرا که هر طرف موضع خود را در نقض تفسیر دیگری ارائه می کند. داستان عمیق‌تر از این حرف هاست. یعنی دوستان خوشبین دولتی و به ویژه برخی مدعیان حمایت از آنها وضعیتی را فراهم کردند که چوب و پیاز را با هم بخورند. جان کری در داووس گفت آمریکا حتی در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی به نظام اطمینان ندارد. در بحبوحه همین اجلاس داووس بود که کلاوس شواب رئیس مجمع جهانی اقتصاد به آسوشیتد پرس گفت هنوز زود است رئیس جمهور و وزیر خارجه نظام ایران بتوانند اعتماد جامعه جهانی غرب را به دست آورند. آن توافق بزرگ قرن که دوستان خوشبین همنوا با مواجب بگیران دشمن می گفتند حتی اگر از ابتدا مرده به دنیا نیامده بود، در همین دو ماه به شکل رگباری تیر خلاص خورد.